عزیزان، خیلی چیز غیر قابل پیشبینی نبود. میتونستیم تا اندازه‌ای بر اساس تاریخ ناکارآمدی جمهوری اسلامی حدس بزنیم که این دکتر پوزیده، این پزشکیان که اسم اصلیش پوزیده هست و تغییر داده، این از اساس چقدر طول میکشه تا یا دشمن بشه یا اینکه اعتراف بکنه که ناکارآمد. خوشبختانه پوزیده عزیز خیلی سریع و خیلی سریعتر از اون چیزی که واقعا هر کسی فکر میکنم پیش بینی میکرد اومد و در همین یکی از آخرین سخنرانی‌هاش در جلسه‌ای که حضور داشت اونجا به روشنی اعلام کرد که کاری نیست، یک مترسکه و یه سری حرف‌های شعاری که اینها از اساس استادشن، اما این آقای پوزیده چون قدرت سخنوری نداره و چون مفاهیم رو هم قاعدتا نمیشناسه، به هر حال پزشکه ولی چندان ظاهرا با مفاهیم آشنا نیست، یه سری چیزها رو برای خودش آماده کرده و مجبور میشه از ترمهایی که در مثلا بیمارستان استفاده میکنه اونا رو بیاره در سخنرانیش و در رابطه با سیاست به کار بگیره و این ترسناکه. این نشانگر اینه که ما با یک موجود عملا ناکارآمد دیگه روبرو هستیم. پیشاپیشم بگم هر جا صحبت از فساد میشه روبروش پیش از هر چیز دیگه ناکارآمدی بذارید. از ناکارآمدیه که فساد ایجاد میشه، یعنی انسانی نادرست در جای اشتباه قرار میگیره، در موقعیتی اشتباه قرار میگیره و به این ترتیب جان و مال و زندگی یه مجموعه ای انسان میفته دست یه کسی مثل این آقای پوزیده و در نهایت هم خیلی سریع، هنوز این رأی انگشت ها خوش نشده، حالا بماند که این عزیزانی که رأی دادن و نمیدونم چه فکرهایی برای خودشون داشتن بیاد چنین سخنانی رو بگه. من به تنهایی هیچ کاری نمیتونم بکنم. این که شما یه عده تصور میکنم میگن من باید یه کاری بکنم، من کاری نمیتونم بکنم. ما تو بهداشت درمان 4 تا اصل داریم در بحث بهداشتی، به اصطلاح عدالت است و مشارکت مردمی و روابط بین بخشی و تکنولوژی مناسب. تمام حرفایی هم که ما تو اون مناظرات میگفتیم و اصولی که بنده بهش معتقد بودم، گفتم حق است و عدالت. من وعده خاصی ندادم، ولی آنچه که گفتم برای احقاق حق مردم، حالا جنسیت باشه، مذهب باشه، منطقه باشه، نژاد باشه، فرهنگ باشه، سیاست باشه، اقتصاد باشه، ما دنبال اینیم که حق هر کسی به حقدار برسه. صحبت‌ها رو گوش کردیم. برای اینکه صحبت‌ها رو جوری در واقع تفسیر نکنیم و معنا نکنیم که مثلا بگیم یه تیکه‌ای رو برداشتیم و کل کانسپت رو در واقع انگار نفهمیدیم یا در جریانش نیستیم، حالا یه تیکه از سخنرانی میتونه فرضاً گفته باشه که بله منظورش این بوده باشه که من به تنهایی کاری نمیتونم انجام بدم و سیاست هم عرصه کار جمعیه، همه باید دست به دست هم بدید، بله خیلی این چیزا میتونه زیبا باشه، چرا ما حرف کسی مثل پوزیده پزشکیان رو باور نمیکنیم؟ به این دلیل که اولا که این حرفا رو ما چند نسل داریم میشنویم، چند نسل در واقع بعد از انقلاب، و پیشاپیشم اون کسانی که منو دنبال کردن، عزیزانی که منو دنبال کردن میدونن من نسبت به این واژه حق و عدالت، خصوصا عدالت، زاویه دارم خیلی هم جدی. یعنی ما در معناشناسی واژگان اگر عدالت رو یه فاصله ای بندازیم، حالا اون چیزی که در فارسی ما به صورت کلی فارسی عربی ازش استفاده میکنیم به معنای عدالت، از دلش قضاوت بیرون ممکنه بیاد، از دلش انصاف ممکنه بیرون بیاد، ولی در آن چیزی که اینها من منظورشون هست مطلقا هیچ کدوم از اینها نیست. حق به حقدار برسه، نمیدونم عدالت ایجاد بشود، اینها یه سری توهمات، یه سری حرفهای کلیه که به هیچ جایی نمیرسه. به چند تا چیز اشاره کرد. اول میگه که من به تنهایی هیچ کاری نمیتونم انجام بدم و فرض ما هم همون چیزی که گفتم اگر این باشه که سیاست یه عرصه جمعیه و بعد یک بستری باید آماده باشه که توی منتصب که در واقع باید منتخب می بودی این امکان رو می داشتی، من اصلا برنامه ضبط کردم در همین زمینه که چگونه تو چی می خوای، یعنی اون برنامه‌ای که من چند وقت پیش در مورد پزشکیان
ضبط کرده بودم اون نگاه بکنید، دقیقا من این چیزها رو گفتم، اصلا دقیقا از این واژه موقعیت سیتویشن من استفاده کردم. کدام موقعیتی تو رو تحریک کرده که تو بیای اصلا ریاست جمهوری رو در واقع بپذیری، تو بیای وارد چنین بازی بشی؟ اینا که یک مشت کلک و دروغ و فریبه. تو نماینده بخشی از اصلاح طلبان بودی، پشت این داستان کسی مثل ظریف هست، خامنه‌ای خودش تعیین کننده است. همین چند وقت پیش هم رویترز که البته خود خنده‌دار بود که رویترز با این گندگی از 5 منبع متفاوت و مختلف به دست آورده که پوزیده مشخصا توسط خامنه‌ای انتخاب شده. اینا رو که دیگه هر بچه‌ای تو خیابون میدونه، خودت هم که میدونی، به همین دلیلم با پررویی میای اعلام میکنی که من کاری نیستم. تو کاری نمیتونی باشی، نه اینکه کاری نیستی، تو کاری نمیتونی بکنی. اصلا در ساختار جمهوری اسلامی کاری به معنا انجام دادن که در جهت منافع باشه، حتی در جهت همون توهمی که تو تصورشو داری و 40 سالی دارید مردم رو با این واژه عدالت میکشید، اگه میگفتید آزادی بازی خیلی فرق میکرد. اینا به سمت واژه آزادی نمیرن چون میدونن تبعات داره. عدالت داره، از علی بگیر تا مارکس بگیر تا نمیدونم هیتلر بگیر تا خود خامنه‌ای و خمینی، واژه مشترک اینا عدالت است. چون با تیغ عدالت خیلی راحت، با یک توهمی به نام عدالت خیلی راحت میشه جیب همه رو زد، سر همه رو زد. اینا به سمت واژه‌ای مثل آزادی نمیتونن برن چون آزادی تبعات داره. بعد میاد میگه که من کاری ندارم جز احقاق حقوق مردم. آخه پوزیده، حق مردم چیست؟ آزادی بیان، امکان زیستن، بهداشت و سلامت، اقتصاد اولیه، آرامش روحی، امکان تحصیلی. شما چی رو فراهم کردید؟ اصلا این کار در مغز اینا پهن ریختی یا اینکه نه اینا اینقدر ماهرانه فراموش میخوان بکنن؟ اصلا یادتون رفته که یک دختر جوان رو در تهران به خاطر روسری کشتید و در ازای اون و در ادامه اون حادثه ده ها و صد ها هزاران نفر دیگه هم کشته شدن؟ از کدوم احقاق حقوق شما صحبت میکنید؟ با چه جرأتی؟ بعد بازم میخواید بفهمید که چه کسی چجوری داره دروغ میگه؟ کلیگویی. احقاق حقوق مردم، جنسیت. آخه والا یه سنگ ما بذاریم اینجا خندش میگیره. چگونه تو جرأت میکنی در مورد جنسیت صحبت بکنی؟ ته ته داستان اصلاح طلبی شما اینه که یه کوچولو حجاب و شل بکنید، یه کوچولو آزادی های فرهنگی بدید. تهتون اینه دیگه. و بیهوده هم نیست که از تو به عنوان گورباچوف ایران دارن نام میبرن و اون توهم پوست اندازی جمهوری اسلامی، همون ماجرای جمهوری سوم. بابا اون دوره تموم شد دیگه، الان 1-2-3 است. میگی حرفت بیرون نیومده، 4 تا مثل من ویدیو ضبط میکنن میدن و 5 نفر هم اگه شک داشته باشن نگاه میکنن، حداقلش اینه که فکر میکنن. نجات، جمهوری اسلامی رئیس جمهوری داره که میخواد احقاق حقوق نجات بکنه به مردم، به اون کسانی که نژاد متفاوتی دارن، که این خودش یه ترم جدیه چون پوزیده هنوز نیومده. البته نیومده هم نه، این در همون دوره انتخابات ریاست جمهوری متهم شده بود به تحریک کردن اقوام. و همین چند وقت پیش هم من دیدم که تو یکی از این جلسه ها در فکر میکنم آذربایجان شرقی بود اگر اشتباه نکنم، که اونجا از کردهای عزیز کشورمون به عنوان عشایر نام برده بود. یعنی این آدم از اساس اومده انگار که در فردای پوست اندازی جمهوری اسلامی این کلید اولیه تجزیه طلبی رو هم ارائه بده، تقدیم تجزیه طلب ها بکنه. اینا اینجوری ایران دوستن، اینا اینجوری از حقوق مردم صحبت میکنن. و بعد احقاق حقوق مردم، مذهب، جامعه‌ای که در اون یهودی‌ها ازش فراری هن، مسیحی‌ها آواره هن، بهایی‌ها مجرم هن، سنی‌ها اون وضعیتشونه، از سیستان و بلوچستان بگیری تا کردستان. خود شیعه بدبخت اگر روایتش روایت خمینی و خامنه‌ای نباشه مجرمه. ما در زندان‌های جمهوری اسلامی هنوز علمای شیعه داریم، یعنی کسانی داریم که اینا حجت الاسلام هن، نمیدونم آخوندن و شیعه هن.
و یه روایت دیگه ای دارن، یا در یک جایی متوجه شدن که اشتباه بوده، اومدن برگردن قلقم شدن، کشته شدن. تو چجوری با چه جرأتی صحبت از آزادی مذهب میکنی؟ و بعد اینو نمیدونم اشتباه سهوی بود یا اینکه نه برنامه ریزی شده، از احقاق حقوق مردم از واژه منطقه نام میبره. منظور چی از منطقه؟ چند وقت پیشم که اومدی پوزیده صحبت از ملل ایران کردی، ما یه ملت داریم، ملت ایران، اقوام متفاوت داریم، یک ملت به نام ملت ایران داریم. هر کی هم جز این بگه یه بازی دیگه است، بازی تجزیه است. و بیهوده هم نیست چهار تا از این سلبریتی های خنگ پامنگلی رو بلند میکنید، چه در داخل چه در خارج میایید صحبت از ملل ملل میکنید. نه نه، این جامعه و این نسل جدید شوخی نداره با این قضیه. و ما میدونیم که در خود جامعه واقعی ایران اصلا این بحث ها نیست. شما از یه گلک الان بپرسید ملت گلک خنده میکنه، از یه جوان واقعی کرد که قلبش با ایرانه بپرسید میگه آقا ما با ایرانی هستیم، او هم حالا کرد هستیم. و بعد دوباره از یه سری دوباره خزعبلگویی ها در رابطه با فرهنگ و سیاست و اقتصاد. خب چی برنامه چیه؟ هیچی. همون دقیقاً اتفاقیه که توی مناظره ازش میپرسن آقا تو برنامه چیه، میگه قل هو الله احد الله الصمد، برخوش قرآن میخونه. یعنی یک آدم ناکارآمد که پروندهش موقعی که وزیر سلامت و بهداشت بود مشخص رو میز آمارها هست، همونجا هم ایشون پوزیده بود، الان هم اومده در ریاست جمهوری میخواد بپوزد و بعد انتظار داره که مردم ازش استقبال بکنن. فرقی هم نمیکنه حالا چه اون کسانی که به هر حال به اینا فحش میدن از مردم واقعی باشن یا از اون نیروی مقابل باشن، در هر صورت شما مشروعیت ندارید، چه اصلاح طلب چه اصولگرا. و اینو ما مدام باید تکرار بکنیم. تمام بحث به کجا ختم میشه؟ به اونجایی که ما مجبور هستیم دوباره برگردیم، یه غم نمیخوایم بگیریم، فقط چشم تو چشم با اون کسی که رأی داده امروز میگیم خب آقا پسر، دختر خانم، مادر، پدر، دایی، شما که بلند شدی رأی میدی و بعد گفتی حالا ایران داره فلان میشه، دست جلیلی که آره دیگه جلیلی بود، دست اون نیفته، نمیدونم دست غالیباف نیفته که اون برای خودش یه مارمولک تمام عیاریه، الان یک مترسکی از دل اصلاح طلبی اومده که مورد تایید خامنه ای هم هست، الان با این چیکار میخوای بکنی؟ مشخص اومده گفته من کاری نیستم. من اگر زمانی رأی داده بودم یا تشویق به رأی دادن کرده بودم، واقعا 100 تا پرده دور خودم میپیچیدم و خودم رو گمگون میکردم این ور اون ور. چقدر یه انسان باید پررو باشه، چقدر یه انسان باید وقیح باشه که از بین این رای دهنده ها که سالهای پیش رای داده بودن، امروز بیاد حالا مثلا در مورد نکات دیگه هم نظر پراکنی بکنه، بدون اینکه بپذیره در گذشته اشتباه کرده، بدون اینکه بپذیره خطا کرده. و این خطاش فقط خطای شخصی نبوده. من اگه بیام تشویق به رای دادن بکنم، طبق اون مرام حالا مفاهیم اسلامی، یه حق من نسبت به خودمه، یعنی یک مسئله ای که با خودم باید حل بشه، یه دونه هم حق من نسبت به مردمه، افکار مردم رو من به اشتباه و انحراف کشوندم. اگر حرفی همین الان من بیام جلوی دوربین بزنم و شما رو منحرف بکنم از راه آزادی، از راه منافع ایران، این راه راه اشتباهیه و من مسئولم نسبت به این قضیه. حالا من میخوام کارگر باشم، نمیدونم پزشک باشم یا هر چی دیگه، یا هنرمند باشم، آرتیست باشم، و بدتر اول خطاتون رو بپذیرید، بگید غلط کردیم، اشتباه کردیم، بعد حالا بیا در مورد مسائل دیگه هم نظر بده ببینم چند چندی. این پوزیده امروز در مقابل شما دقیقاً روبروی این جماعت پوزیده، هیچی برای گفتن نداره. یعنی ما بزودی با من حداقل فکرم اینجوری بود و همچنان هم اینجوری فکر میکنم که اینها در هیچ کدام از عرصه‌ها جز سرکوب توانایی ندارن، جز شرارت توانایی ندارن، و به زودی ما با مشکلات و مصائب جدیدی اتفاقا در اقتصاد روبرو خواهیم شد، اگر در رابطه با سیاست های
خارجی اتفاق عجیب غریبی نیفته، چون حالا باید ببینیم که بحث آمریکا چی میشه. ترامپ اگه بیاد بازی یه جای دیگه خواهد رفت. در هر صورت سیاست عرصه احتمالاته، ولی ما یک چیز رو تقریبا بدون احتمال میدونیم که اون جمهوری اسلامی میره، اینه که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه به هر روشی که میتونیم.